همون بود که توطئه‌ها جریان پیدا کرد و مشکلات ناامنی را زیاد ساختند. کشورهای همسایه گروه‌های مزدور استخدام کردند و این گروه‌های مزدور هر روز کشور ما را به ثبات ساخته رفتند تا مرحله که قهرمان ملی کشور به شهادت رسید و زمینه آمدن کشورهای خارجی در افغانستان مساعد شد و همه جامعه بین‌المللی تقاضا کردند که به خاطر تأمین امنیت ضرورت است که حکومت مجاهدین باید تعویض شود و قدرت انتقال بده به یک حکومت دیگه به خاطر تأمین امنیت. هم بود که آقای حامد کرزی آمدن به ایس رئیس جمهور و استاد شهید ما قدرت انتقال دادن و خوشبینی همی بود که با آمدن کرزی صاحب امنیت تأمین میشه و زمینه برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در کشور مساعد میشه و دیگه نزد میای آرامی میای آرامش میای هیچ کدام مشکلی دیگه باقی نمیمانه چون قسمت زیاد طالبان از حوزه جنوب غرب بودن و این مصلحت هم همگی پذیرفتن که چون کرزی صاحب هم از منطقه جنوب غرب است احتمال داره که بالای از اعتماد صورت بگیره و امنیت در کشور به وجود بیاد. اما ما میبینیم که از سال 2001 تا به حال نه تنها که امنیت به وجود آمد بلکه هنوز هم اوضاع خراب شده و کلانترین نقصی که مجاهدین کردن این بود که هیچ حرکت انقلابی، هیچ حرکت سیاسی وقتی که مبارزه میکنه، وقتی که قربانی میده، وقتی که میخواه که اهداف خود در کشور پیاده بسازه، یک حکومت به وجود بیاره، او هیچ وقت نمیتونه این را قبول بکنه که قدرت که به خون هزاران شهید به دست آورده به خاطر زحمات و آرمانهای مردم او را به دست آورده او را بدون کدام امتیاز به کس دیگه بده. اما شما مجاهدین را قبول کردین به خاطر یک مصلحت بزرگ. مگر متاسفانه امنیت نام با وجود در نظر داشت تمام این مصلحت ها. حال شرایط طوری شده که او وقت خمامه گفتیم که در یک قسمت قندهار و هلمند جا جنگ است. در قسمت غزنی جنگ. حالا میبینیم که در ماورای کوکچه جنگ است. حالا میبینیم که قندوز شاید سقوط کنه. حالا میبینیم که طالبان بشم در کوپایه های بدخشان رسیدن. درست؟ این نتیجه چیز؟ چرا این تو شد؟ چرا در زمان مجاهدین اقا قوت من داشت؟ مجاهدین خود نه تکنولوژی بسیار قوی داشت، نه پول داشت، نه جامعه بین المللی را تقویه میکرد. چطور توانستن که طالبا را با امکانات کم با شکست مواجه بسازن؟ و بعد از 2001 که حکومت جدید به وجود آمد و بیلیون ها دلار در افغانستان سرمایه گذاری شد، چرا حکومت های جدید نمیتونند که امنیت تامین بکنند؟ چرا این مشکلات فعلا در افغانستان به وجود آمده؟ کی سوال های همه شما مجاهدین عزیز است. بنان هر حکومتی که در مقابل یک گروه تروریستی از جدیت کار نگیره، از اراده قوی کار نگیره و منافع ملی را نسبت به هر نوع مصلحت ترجیح نده، سرنوشتش اینه می سرنوشت ما و شما را واره میشه. در زمان کرزی صاحب منم اینطور بود که اینا سال همه اینم بچم آیستا آیستا روند سال شکل میگیره، شورای سال هجور کردن و قسم کردن که بمباردمان خارجی ها را بالای زیاد قطع کردن، عملیات های شبانه را بالای زیاد قطع کردن، حتی استعمال سلاح ثقیل بالای زیاد قطع کردن به امید از اینکه اینا تشویق شدن که سال همیان. اما هر روز یا از این استفاده سو کردن و خود تقویه کرده رفتن و پایگاه های خود مستحکم تر ساخته رفتن و تا حدی شد که آیا در شمال کشور هم اینا پایگاه های مستحکم تانستن جور کنن. امنیت تا وقتی که اراده قوی برای تامین امنیت نباشه و ما واقعا نخواهیم که علیه گروه های تروریستی به صورت جدی یک جنگ تمام عیار شروع کنیم، تا وقت امنیت در افغانستان نمه. اینمی چند وقت پیش شما متوجه بودیم که در بغلان در دهنه غوری رفتیم ما در اوجه مثلا حکومت گفتن که بریش تفهیده سال همه کنیم که همین حوزه بغلان آرام باشه.
کدام مشکل به وجود نده. ریش سفیدان واسطه شدن، طالبان هم وجود بودن، اینا که ما خودم امنیت هم میگیره، هیچ کدام مشکل نیست. حکومت برشان امتیاز داد، گفت ما هم غرست نمیگیره. حالی بینید که پایه برخزد است. حالی ببینید که چیچینیا و ازبکا و پنجابیا را آوردن در دهنه غوری، صوفای بسیار کلان اوجه تعمیر کردن، استحکامات بسیار جدی را به وجود آوردن. حال زور خود ما نگرست که پس منطقه را بگیریم و ایده 12 روز است که مردم کابل بی برق مانده است. این قسم تعامل با یک گروه تروریستی درست نیست و این در جهت منافع ملی کشور ما نیست، در جهت تامین امنیت سرتاسری در کشور ما نیست. با این کارهای خود ما تروریسم تشویق میکنیم، ما گروه های طالبی ها را تشویق میکنیم که بیا این زمینه مستعد است، هر کی شما میخواین، فرق نمیکنه که یه بچه های ما در اردو یا شهید میشن، خب شما هم اینجا بیاین یک نوع صلح نیمبند به وجود بیاید، باز جنگ میشه. این جنگ فرسایشی به نفع کشور ما نیست. تا چه وقتی مردم جنگ بکنن؟ چقدر بچه جوان داریم که هر روز ما شهید داده بریم؟ و همین الان سرنوشت جنگ که پیش روی ماست، این تابستان بعدی که میاید، ما واقعا نمیفهمیم. این ما یک نفر بسیار کلان حکومت هستن که در همین جنگ بازم یک جنگ فرسایشی است یا یک جنگ فیصله کن. این را باز مثل همی سالی که گذشت تداوم میتیم و هر روز 40 نفر 50 نفر شهید داده میریم، یا واقعا ما میخواییم که تروریستان را سرکوب بکنیم. پلان سرکوب متاسفانه ما که میبینیم وجود ندارد. شما دمی هر کشور دیگه که نارامی به وجود بیاد، حکومت ها با مسئولیت های بسیار بزرگی که ملی که دارن در قبال تمام نارامی ها، چرا زندگی کل مردم با خطر مواجه میشه، اونا مسئله سرکوب گروه های ضد نظم جامعه را یکی از مسئولیت های بسیار بزرگ ملی خود و میپندارن. به همون خاطر است که هیچ کسی را اجازه نمیدن که این نارامی را یا بتانن گسترش بده. اما ما متاسفانه از زمان کرزای صاحب تا بال سیاست ها و پلیسی ها قسمی بوده که تروریست ها ایتا فکر کردن که ما یا را تشویق میکنیم که یا باید بیان. اگر نه تروریست ها هیچ کدام مردم های قوی نیستن، مردم های بسیار علاجا، مردم های بسیار بازاری، مزدبگیر، کسایی که هویت ملی ندارن، کسایی که به کشور خود خیانت نکنن، و کسی که مردم خود بکشه، برادر خود بکشه، پل کشور خود بپرانه، مکتب کشور خود بسوزانه، او هیچ اصلا انسان نیست. او کی بفهمه که کشور داره، ملت داره، مربوط یک هویت است، مربوط یک جغرافی است. از او خاطر کشورهای همسایه ما به هویت ترین مردم است، مناطق مختلف افغانستان استخدام میکنن و به نام طالب روان میکنن تا که بتانن نظم جامعه ما را برهم بزن. اما به این کار که ما امنیت تامین بکنیم، همونطور که والی صاحب گفتن و همونطور که عامر صاحب پیرامخل گفتن، ما شما باید جدی بیندیشیم و این شما هستن که تو مردم های بازاری و الجاری را که از کشورهای خارجی پول میگیرن و اینجا میان مردم ما را میکشن، این شما مجاهدین میتونین که را سر جایشان میشن، همین شما میتونین که امنیت تامین بکنن. با این پالیسی های کجدار و مریضی که متاسفانه فعلا وجود داره، بسیار ما بعید میدانم که ما بتانیم از طریق نهادهای امنیتی ما امنیت در کشور تامین بکنیم. بنابراین این پیشنهاده که یک شورای مقاومت باید جور شود، مجاهدین گرد هم بیان، قماندان صاحب ها که همیش جنرال های نظامی هستند و همیش تجربه جنگی دارند و همیش تجربه جنگ ضد شورشگری را دارند، این همی ها میتونن که امنیت برن. چرا جغرافی خود هم میشناسن، مردم خود هم میشناسن، اقوام مختلف هم میشناسن، نزاکت های اجتماعی را میفهمن، عمرشان به خاطر دفاع از استقلال و آزادی کشور سپری شده. این میاره ما انشاءالله تصمیم داریم که در چارچوکات یک شورای مقاومت که مربوط نهادهای امنیتی بسازیم، در هر ولایتی یا باید به وجود بیاین که هم در پهلوی اردو و پلیس اینا بتانن با اردو و پلیس ما همکاری بکنن. ما یقین دارم که اراده قوی و یک رهبری سالم نظامی در ظرف 6 ماه، یک سال ما میتونیم که در افغانستان امنیت بیاد. این کدام چشمبندی نداره. امکانات از خارجی ها کمک میکنن، وسایل هست، مهمات هست، مردم هست، جغرافیه هست. ما چرا
یک گروپ 40 نفره میاد تا میتونه در یک ماه در کل یک ولسوالی نفوذ بکنه. ما که 300 هزار پرسنل نظامی داریم، درست مجموع پلیس اردو کل طالبا شاید 20 هزار نفر نباشه. حالا 20 هزار نفر 300 هزار نفر نمیدونه که سر جایش بشن. خیلی چه قسم اردو و پلیس است که 20 هزار نفر هم نمیتونه که در مقابل جنگ بکنه؟ در وقت مجاهدین خیلی طور نبود. طالبا 30-40 هزار نفر بودن، مجاهدین با همون قوتهای محدودی که داشتن هم در شمال هندوکش و هم در جنوب هندوکش کلشان تانستن که سر جایشان بشنن. چرا؟ اراده قوی وجود داشت، یک عقیده بسیار مستحکم وجود داشت، یک ایمان بسیار قوی وجود داشت. دو وقت مجاهدین در تردید بسر نمی بردن، می فهمیدن که نمی عنصر خارجی است، یک مبارزه بزرگ دینی و ملی را در مقابلش انجام می دادن. بنان با تردید ما به جایی نمی رسیم. به همین خاطر ما این پیشنهاد شما را که یک شورای از مجاهدین قمندان ها با وجود بیاد در چارچوکات یک کندک یا لوا یا فرقه این شکل بگیره و از امو انگیزه های بزرگ دینی ما و ملی ما این منشه بگیره، انشاءالله امیدواری عزیز که تا تمام ولایت های افغانستان به زودترین فرصت ما میتونیم طالبان را شکست بتیم و شرایط بر ترقی و پیشرفت کشور خود آماده بسازیم. مسئله دیگه که صلح، صلح شما ببینید که گروه های پراگنده طالبان وجود داره. این گروه افغانی سی از ملا عمر سی از دیگهش کال در ملا رسول از داخل افغانستان، 40 گروه پاکستانی دیگه هم وام دارن که دیگه باید بیان در داخل افغانستان. او آخو میگن که اسلام سرحد نداره، ما این مسئولیت دینی ماست که ما هر جا بریم جهاد بکنیم و هر کار ناروایی به نام اسلام انجام بدیم. این گروه های دیگه پاکستانی به ده ها گروه تروریستی دیگه است که نام بخواهیم که داخل افغانستان شوند و یک حوزه های خورده متعلق به خود بسازند. آیا ما میتونیم امروز 40 تا گروه داخل مذاکره شویم؟ حالا امروز دو گروه ملا عمر اگه داخل شویم اقوانیش خواهیم بگه که ما جنگ دوام میده و پلیسی همین است که یکی از گروه های ضعیف بیارن در سر میز مذاکره دیگه شبایین که تو جنگ پلیسی استخبارات پاکستان همین است. خب باز جنگ دوام پیدا کرد، باز ایستان در افغانستان نام باز اینال طالبایی که سالانه 400-500 میلیون دلار عاید دارن از قاچاق و کشت مواد مخدر و از پشتیبانی استخبارات کشورهای منطقه هم برخوردار هستند و نامشان هر روز در سرخط اخبار جهان است که طالب بیره کش، طالب بی انفجار آزاد، این انتحار کرد. او آیا حاضر میشه که ما 3-4 وزارتخانه را برش بتیم بازو بیا بگه که مسئله همه کنم ما قرار در کابل آران زندگی بکنم؟ او خود دیوان نیست که کل امتیازات خود از دست بره. او هم با یک ماش بسیار بخور نمیر 1,000-2,000 دلار اگه حکومت برش بدم مثل که بدگه وزیرا میده. او خود میگه ما پایگاه دارم، ما مردم دارم، ما افراد مسلح دارم، کشورهای بیرونی مرا حکومت میکنن. او اینطور میگن که صلح قسم قبول میکنیم که ما به حیث کلان مملکت بیم باز برای شما اجازه میدیم که یک زندگی داشته باشه، یعنی که ما رهبری سیاسی را ما بگیریم و شما را باز اجازه میدیم که همونطور زندگی کنه. این قابل قبول نیست. درست؟ ما هیچ وقت نگفتیم که طرفدار جنگ است. ما گفتیم که هر گروپ تروریستی و شورشی که میاد قانون اساسی کشور را قبول میکنه میتونه از امتیازات سیاسی و مدنی خود مثل دیگه شهروندهای افغانستان برخوردار شود، مثل یک افغان شهروند عادی زندگی بکنه. چرا نبیان؟ حزب جور میکنن، در پارلمان میرن، در کاندید ریاست جمهوری خود میکنن، ده پروسه ملی مثل دیگه مردم افغانستان. اما این تو خود نمیشه که باز یک چند نفر جمع شد باید که ما امیر خود انتخاب میکنیم و اینمی ظرفیت ما داریم که باید حکومت بکنیم دیگه کلی از ما اطاعت بکنیم. حالا خیلی قابل قبول برای مردم افغانستان، برای نسل نو ما نیست. آل خرجش های نبود افغانستان شکل گرفته. قدرت سیاسی باید از طریق انتخابات شکل بگیره، نه از طریق زور و فشار. بنابراین این وقت ضایع کردن است و می خواهند که ما و شما را اخفال بکنن و عملات بعدی خود را شروع بکنن. بنابراین آرزوی ما از همه شما مجاهدین عزیزی است که بعد از این هم زیاد سیاسی بیندشین، هم زیاد امنیتی بیندشین و سر تمام قضای سیاسی و ملی و امنیتی کشور درست فکر بکنید
انشاءالله اینمی شورایی که مقدمه ایش است و کار اول است که در تخار جور میشه، ای از اینمی نمونه را در کل ولایت‌های افغانستان باید ما شما بسازیم. ای شورای مجاهدین، شورای مقاومت که در چارچوکات نهادهای امنیتی می باشه، هم میتونن در تمام مسائل امنیتی سهم بسیار خوب بگیرن، دلگرمی برای کل اهالی و مردم ما در تمام ولایت‌های افغانستان میتونه شود، و هم در قبال همه مسائل سیاسی که امروز ما گله داریم که در ساختار نیستیم، بیکار هستیم، دو قسمت هم باز اینا میتونن که سهم بگیرن. و حال فضل خدا ما شاهد شکل گیری یک نسل نو مجاهدین هستیم که همش تحصیل کرده هستن، همش فاکولتار خواندن، فرزندای شما امروز همه گیش از یونیورسیتی بسیار مهم هم در داخل کشور هم در بیرون کشور فارغ شدن. ما هیچ نوال کمبود پرسنل و مردمای تخنیکی نداریم که در سال 2001 ایره بانه میکردن که چون متخصصی نیست بنان چند نفر خارجی باید به این کار بکنن. در مزامان استاد شهیدم اگر خارجی ها با حکومت مجاهدین هم کار می بودن، با همون ظرفیت های مردمی که در وقت وجود داشت، همین پولی را که به حکومت نو دادن در وقت برادر محمد کرزی، اگر همین سرمایه گذاری سر مجاهدین افغانستان می شد، چون مجاهدین افغانستان ترکیبش کاملا ملی بود، از هر گروپ و قوم در اوج وجود داشت، تقریبا تانسته بودن هویت تمام اقوام شریف افغانستان تمثیل بکنن، با کوچکترین کمک سیاسی و اقتصادی امروز در افغانستان یک شکل کاملا دیگر شاید می داشت. هم امنیت می بود، هم ثبات می بود، هم پیشرفت اقتصادی می بود. این سرکا و شفاخانه و مطبوعات آزادی که پاک جور شده، خب همین خارجی ها کمک کردن که جور شد. اگر این 3-4 نفری که از خارج می آمد کجا می تانست که جور بکنه؟ اگر مو اعتماد سر مجاهدین افغانستان می کردن به حیث مردمانی که سالیان متمادی در متن حوادث کشور تربیت شده بودن و با تمام مشقات کشور بلد بودن، اگر سر از اینا می شد، من یقین دارم که امروز چهره افغانستان یک چهره دیگه می بود. بر ترتیب حالی هم سر وقت است، ما شما بسیار وقت داریم، گپای سیاسی پیش روی ماست، بسیار زیاد مهم است که هم از نظر سیاسی آمادگی داشته باشیم، هم از نظر امنیتی در چارچوکات نهادهای امنیتی کشور. من یقین دارم که انشاءالله همی آرزوهایی را که مجاهدین عزیز ما دارن در آینده افغانستان، نسل جدید ما شما این آرزوها را شکل میتن و ما شما شاهد یک حکومت باثبات، یک امنیت سرتاسری در کشور خواهد بودیم. این تروریست ها باز هم میگم که گروه های مزدگیر هستند، هر وقت که کشورهای همسایه کمک ها را قطع کردن یا خود به خود میمورن از بین میرن، اینا چیزی نیستن، فقط یک اراده قوی داره به این که ما یا را بتنیم سر جاشان بشانیم. و تا وقتی که نهادهای امنیتی ما، نهادهای سیاسی ما از قوت درست برخوردار نشن و قوت سرکوب هم نداشته باشن، این مشکلات شاید ادامه پیدا بکنه. به این ترتیب شرکت مجاهدین در تمام پروسه‌های سیاسی، در تمام پروسه‌های امنیتی یک نیاز بسیار مبرم ملی به شمار میره. ناله تکبیر، ناله تکبیر، ناله تکبیر. و ما انشاءالله آرزومند هستیم که با همین شور و احساساتی که شما برادران دارین، انشاءالله در آینده های سیاسی کشورم نقش مجاهدین ما و شما بسیار برازنده می باشه. در مسائل امنیتی هم شما می تانین باز انشاءالله امنیت در پهلوی اردو و پلیس که اونا هم مجاهد هستن خدا بخواهد تامین بکنین، چرا رهبری جنگ بسیار اهمیت داره. در رهبری جنگ شما زیاد وارد هستین و ای گپ حکومت فعلی هم قبول داره که رهبری جنگ باید قمندان صاحبای مجاهدین به دست بگیرن. مجلسی که ما در شورای امنیت داشتیم به همین فیصله در نهایت رسیدن که رهبری جنگ باید جنرالا و قماندانای مجاهدین به دست داشته باشه، چرا که با همون تجاربی که دارن یا میتونن که جنگ درست رهبری بکنن. بر ترتیب ما از آمدن خود در تخار بسیار خوشحال هستم و ای که شما برادران از نزدیک دیدم و ای که از کارکردهای والی صاحب شما تقدیر تحسین کردین بسیار زیاد باعث دلخوشی ما شد. و امیر حکومتداری خوب میگن، امیدوار هستم که این نمونه حکومتداری خوب در کل افغانستان تطبیق شود و با موضع‌گیری و تعاملی که والی صاحب تخار در مقابل مردم داره، همه والی صاحب ها در تمام کشور همین تعامل داشته باشند تا رابطه حکومت و مردم بسیار زیاد نزدیک باشه، تا خدا بخواهد که ما شما شاهد یک حکومت داری خوب
و تغییرات تعاملات عمیق در همه ساحات زندگی خود بوده باشه. السلام علیکم و رحمت الله.